داستان داعشی که اتفاق افتاد، هیلاری کلینتون میگه که من تولید کنم، ام داعشین منم، که اصلا بیل کلینتون این یارو مردک ترامپت میگفتش یا آقا اینها میزدش، میگفتش که این تو خودت گفتی دیگه، اینا تو بالا بولو جمعش کن مناظره به سر اینها رو. بعد اون ناتانیاهو هم برگشت به هیلاری میگفتش که آخه خاک تو اون گورت کنن، که در طول تاریخ تاسیس ما هیچ وقت اینجوری نبوده که ایرانی ها با ما هم مرز بشن، اینا این چیه تو تولید کردی اینا نتونستی. شکست داعش یک پیروزی بسیار بزرگ بر ائمه کفر بود، که من همینجا انتقاد بزرگی که نسبت به این دولت نامربوط دارم اینها، که اصلا به هیچ وجه نه تنها پای کار نیومدن بلکه پیروزی بزرگیش هم جز پیروزی. اینقدر که راجع به برجام شکست خورده مزخرف عربات ول میدن، اینقدر راجع به پیروزی بزرگ سپاه اسلام در فتح شامات اینا چیزی نمیگن اینا. حتی یه بارم حاضر نشد ایشون پاشه بذاره سوریه، تایلند تشریف بردن ایشون، اینا کشورهای در پیت و اینها. 598 که اتفاق افتاد رفت نیروهای سازمان ملل آوردن توی همین هتل آزادی، ما بچه های تهران اینها رو گذاشتن به عنوان این که تعامل داشته باشیم با یونی ها. همین این که همه دیدم که یونی ها یونیفرم نظامی، یکی یه دفعه من اومدم در آسانسور رو باز کنم، دیدم یه آمریکایی قد 2-10 لباس وسترن، جلیقه چرمی، کفش مهمیز بسته و اینها بود، کمربند چرمی سگگ، اینها فقط شیشلول نبسته بودش اینها. من یه در آسانسور باشد خوردم تو سینه این اینها، اینجوری باید تو نگاهش میکردی، اصلا این الگو رو آورده بودن اینجوری، لباس گابچرونی استیل آمریکایی، همین مدلی که تو فیلم ها اینا هست دقیقا، با هم کلاه وسترن و زد پشتم هلو مای فرند. بعد از همون روز و فرداش اینها دیدم که نیروهای یو ان میان تو چهار پارکوی، دختر ایرونی رو بلند میکنن میارن توی لابی هتل میبرن تو اتاق. این آقا ببخشید ما پاسدار سپاه اسلامیم، اینا این جنگیدیم اینا. فرداش هم دو مرتبه گفتم بردارید ببرید اینا توی خط مقدم فکه و اینا، همونجا که ابراهیم عزیزی هنوز مونده میخوردن اینا شیشه رو مینداختن تو کانال. همون موقع اینا در آوردم، اینا گفتم من رفتم کلن خداحافظ، تا یه چند سالی اصلا نه سخنرانی کردم معروف اینا میبینن، کلن قاطی بودم. الان هم که دارم میگم دارم اذیت میشم. وقتی به پذیری برجام رو، میاد فرانسویه، هلندیه، آمریکاییه تحت عنوان سازمان ملل، میسه ژاپن و اوکیناوا اینا میان تجاوزی که تجاوز رزمی میان ور میدارن جلو چیز تو، تو هم به عنوان پاسدار سپاه اسلام هستی میبینی که ارض و ناموس تو دارن میبرن اینا میارن اینا و تو پاسداری داری میکنی. گفتم خداحافظ با همتون. یادمه که آج حسین الله کرم اومد برای این بوسنی، اینا اومد در خونمون، گفتم آج حسین بوسنی گفاره، میگه رفت بیرون اینها بود، خانومم گفت اینش که ها چه خبره باز سفیر. آج حسین گفت سفیر مرگ اومد باز. گفتم که نه بود. گفت کجا اینا؟ گفتم میخوام بریم بوسنی. بوسنی؟ بعد اون موقع بحث همین که آسر دارن میبرن و فلانی، گفتم نه نه ترسینا ما دیپلمات داریم میریم بیرون. زد خانمم زد زیر خنده دیپلمات. گفت سعید قاسمی دیپلمات میخواد. شما اونجا نقشتون جهادی بود، نظامی بود، مستشاری بود؟ الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدونند اینها. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفته. این هلال احمر پوشش بود، مستشاری نظامی بودیم. نه دیگه، همه چون آمریکایی‌ها تو کتاباشون نوشتن اینا، مدارک اون اینا رو نوشتن، چندین کتاب تا حالا در اومده اینها، و خود این خانم این هم ولایتیمون، خانم این تو فتنه 88
خبرنگار خانم کریستیان که همه دولت مردان ما دوست دارن، آقای احمدی نژاد دوستشون، با ایشون صحبت کنم. آقای روحانی مثلا ایشون خواهرخواندگی احتمالاً مثلا با این دولت مردان ما دارنده اینها، مثلا یکی از مسئولین که اونجا مثلا موظف بود اطلاعات رو لو بده، این بیشرف جاسوس سی ان ان و بی بی سی کریستیان بود که اونجا خبرنگار بود. آخری هم که تو فتنه 88 اومد، این آخرین خبری که کف خیابون انقلاب پشتش میدون آزادی دیده میشد. This is the end of the road. This is the end of the road of revolution. اینجا آخر خط انقلاب، این گزارش که دارم تعیین میکنم. ولی واقعیتش اینه که در بوسنی تو بر قلب اروپا اتفاقاتی افتاد که حضور ما و به تبع ما القاعده که اومد، ما هم یه مدت با خود القاعده ای ها در بوسنی و هرزگوین که استیل ما رو گرفته بودن، از سربند و پرچم گرفته، گردان فلان، گردان فلان، اینها، اونجا یه اتفاق جدیدی رقم خورد. تشکیل یگانهای جهادی مسلمان در مقابل این چیزی که الان مثلا توی 5-6 ساله توی بوسنی، توی سوریه اتفاق افتاد، تو بوسنی قبلش اتفاق افتاد. یعنی هر کس که ترک بود، بچه های حزب اللهی بودن که ارادت به امام داشتن، نه ترکیه اومدن، اونی که تو فرانسه بود اومد، آلمان بود اومد، اون توی تونسیه پاشد اومد، نمیدونم. یه اتفاق عجیب، یعنی نهضت بسیجی جهان اسلام، چیزی که آرزوی حضرت روح الله بود، هسته های مقاومت، هسته های مقاومت شکل گرفت. من یه سری اسامی خدمت شما میگم، شما اولین توصیفی که خیلی کوتاه البته به ذهنتون میرسه رو به ما بگید. سید حسن نصرالله، پرچمدار واقعی نهضت انقلابی اسلام و فرزند واقعی روح الله، راکتور عراق، مکانی که اگر روزی دسته بچه حزب اللهی ها بیفته، با محاکمه چهره هایی مثل صالحی و مثل ظریف و مثل خود حسن روحانی، لباس راه راه تو تنشون بکنم اینها و توپ گوی فلزی و دادن یک تیشه و پتک برای اینکه اون بوتونی که اینجا شده، این بوتون رو برای عبرت تاریخ در بیارن. نادر طالب زاده، رزمنده خط مقدم رسانه،